آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. السلام علیکم بر کل مردم تاجیکستان، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. همیشه دعاگوی آن باشم که بیزار پروردگار در جمهوری ما، در جمهوری تاجیکستان همیشه صلح و ثبات، آرامی و تنجی و آسودگی دولت را بر همیشه نگه دارد. مورد ذکر است که صلح و آرامی جامعه را در حالت معتدل نگاه می دارد. از این سبب همه را ضرور است که برای رسیدن به صلح و آرامی تلاش ورزند. باید گفت که وضعیت افغانستان امروزه همه را نگران کرده است، چون که بعد پاش خوردن حکومت اشرف غنی و آمدن گروه طالبان به سر قدرت، وضعیت سیاسی این کشور کلی تغییر یافت. دیگر معلوم است که بعد دیگرگون گشتن یک ساخت و ساخت دیگر چی حادثه های رو خواهد داد. البته گرسنگی، کشتار، کمی زاعتی، بیکاری و جنگ. قید نمودن ضرور است که ضرر جنگ در کشور نه تنها به کلان سالان بلکه به کودکان نیز تأثیر می نماید. مسئولان ریاست تندرستی قندهار می گویند در حالی که در سالهای اخیر در ولایت های جنوبی درگیری ها اوج گرفته، صدها کودک به بیماری لیکوز گرفتار شده اند. و گفته این مقامات، همه ساله در ولایت های هلمند و ارزگان صدها کودک و بیماری سرطان گرفتار می شوند. یکی از طبیبان بخش تندرستی قندهار می گوید در حال حاضر 680 کودک گرفتاری بیماری لایکمیا در بیمارستان ناحیه میرویسی ولایت ثبت نام شده اند و هر هفته به خون نیاز دارند. او کودکان را به این بیماری مربوط بداند که در جنگ ها از سلاح های سنگین، مواد مخدر و از گاز های غیر استانداردی استفاده می کنند. معلوم است که فضای کشور ما پر از باران است. در چهار ولایت همیشه جنگ هست و هر روز ترکش ها روح می دهند و این باعث سرطان می گردد. در همین حال خانواده هایی که کودکان آنها به خون نیاز دارند می گویند که طبیبان سبب این بیماری را استفاده کردن از سلاح های سنگین می دانند. آنها می خواهند که طرف های درگیر جنگ را باز کنند تا فرزندانشان در امن باشد. اما مادر یکی از بچگان بیمار که روزیه نام داشت چنین ابراز نمود: جنگ را بس کنید، کودکان تولد شده باید سالم باشند. حالا دختران و عروسان در محله های ما فرزند ندارند. علاوه بر این فاطمه مادر یکی از این کودکان بیمار چنین گفت که از سبب جنگ بیماری پیدا شده است. میخواهم که صلح در کشور باشد. طبق گفته اداره بهداشتی جمعیت قندهار، سلاح‌های سنگین که دارای ماده‌های زهرناک نیز هستند با گیاه‌ها و میوه‌جات تأثیر می‌رسانند و خوردن این غذا می‌تواند به بیماری‌های راه نفس و سرطان مبدل گردد. احسان مجید، محقق. دوستان عزیز، چگونه که ما بر شما خبر دادیم، ما باید همیشه شکرگزار آن همین دولت باشیم که بینید در همه جا جنگ و جنجال علکه سر شده است، آغاز شده است. همان دولت های پرقدرت که علکه آنها مسلمان نیستند، مسلمان نیستند، نه روسیه، اوکراین. ما باید شکرگزار آن همین دولت جمهوری تاجیکستان باشیم که در دولت جمهوری تاجیکستان هستیم و همیشه صلح و ثبات، تنجی و آرامی نصیب آن همین دولت ما گردد. همیشه دعاگوی آن همین دولت باشیم. هر کسی که از این دولت منالد روز کور خواهد شد.